تصویری که مشاهده می‌کنید در واقع از چندین تصویر تشکیل شده. با نگاه به این عکس در چند ثانیه می‌تونید اطلاعات بسیاری رو در مورد خودتون به دست بیارید. نتایج حاصل از چیزی که شما می‌بینید تا حدودی از خصوصیات اخلاقی و نوع نگرش مغز شما حکایت می‌کنند. به این تصویر با دقت نگاه کنید و به چیزی که میتونید در این تصویر پیدا کنید خیره بشید. سپس در ادامه با دیدن این ویدیو به نتایج مشاهده خود پی میبرید. در چند دقیقه اطلاعات زیادی رو در مورد خودتون متوجه خواهید شد. در این تصویر خرچنگ میبینید یا پرنده؟ اگر تصویر پرنده رو در ابتدا مشاهده کردید، این نشون میده که شما دارای شخصیتی رسا، برونگرا و اهل گردش هستین. و اگر هم تصویر خرچنگ رو در ابتدا مشاهده کردین، این به این معنی هست که شخص شاد و سرزنده‌ای هستین و حس شوخ طبعی خوبی هم دارید. و اگر هر دو رو همزمان مشاهده کردید، اگر تصویر پرنده و خرچنگ رو همزمان مشاهده کردین، این یعنی این که شما شخص حساسی هستین و احتمالاً احساسات و عواطف خودتون رو به راحتی بروز میدید. شاید هم در ابتدا تصویر اصل رو مشاهده کرده باشید. اگر قبل از هر تصویر دیگه ای تصویر اصل رو مشاهده کردید، این نشون میده که روح آزادی دارید و همچنین شخص مستقلی هستید. تصویر دلفین در ابتدا نظر شما را جلب کرد. در صورت دیدن تصویر دلفین، این یعنی که شما شخصیت بسیار خلاقی دارید. شخصیت‌های هنرمند و خلاق در ابتدا تصویر دلفین را مشاهده خواهند کرد. و اما جوجه اردک‌ها. جوجه اردک‌ها خواهند گفت که شما شخصیت پیچیده‌ای دارید. این جوجه اردک‌ها به خوبی در تصویر مخفی هستند و فقط کسانی میتونن اونها رو مشاهده کنن که تمرکز و توجه عمیقی داشته باشند. آیا طول سگ یا خس رو در ابتدا مشاهده کردید؟ اگر تصویر خس رو مشاهده کردین، خبر خوب اینه که شما از همون افرادی هستین که بالفطر رهبر به دنیا اومدید و شخصیت قوی و استواری دارید. اما اگه تصویر طول سگ رو در ابتدا پیدا کردید، این یعنی این که شما احتمالاً شخص مهربان و دلسوزی هستید. دوستان عزیز، توجه داشته باشید که این تست بیشتر جنبه تفریح و سرگرمی داره. دوستان عزیز، لطفاً ما رو در فیسبوک دنبال کنید و اگر نظر خاصی دارید میتونید با من در فیسبوک مستقیماً صحبت کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتماً لایک کنید و نظرتون رو راجع به ویدیو کامنت بگذارید.